سلام با یک جلسه جنجالی عجیب و غریب دیگه در خدمتتون هستیم. امروز یعنی روز اوناییه که ببین میگن نمیشه ما داغونیم فلانیم، اصلا مگه میشه؟ مگه کسی قبول میشه؟ برو بریم سلام. سلام کسایی که اومدن سلامو بزنم. به 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 سلام 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 سلام. بودو بودو بچه ها میتونن از سایت کلاسین رو یا از لایو پیج دکتر بشی ما باشن. به 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 سلام 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 خاص به شما وحید عزیز. چند بار پیام داده سلام خاص وحید به شما. وحیدی کبریایی از اون بچه هایی که بد جور داره پیشرفت میکنه و خطرناک میشه. به به صدا مشکل داره؟ صدا بچه ها مشکلی نداره؟ نه، اگر صدا مشکل داره از طرف شماست. به 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 سلام سلام. آقا میخوام یه انرژی جنجالی به من بدین. ببین میخوام برام بزنی که انرژی بالاست یا نه. اگه انرژی بالا باشه میترکونیم ما هم دیگه. به به بچه ها قول بدین جلسه امروز یک ساعت با من باشین. امروز یک اسراری رو بر شما نهان خواهم کرد که گریه 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 گریه. برو بریم برو بریم کامنت ها بیان. بدو 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 ببینم. ماشاءالله 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 ماشاءالله. دم شما گرم دم شما گرم دم شما گرم. به 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 آقا امروز بدجور میخوایم بریم تو کار. امروز جلسمون داستانش اینه که قرار از بهمن شروع بکنیم. لایوم ببینم که همه هستن و عالی. امروز میخوایم از بهمن شروع بکنیم و بریم پله به پله بگیم قرار هست برای شما چه کار بکنیم که شما بدونید که میتونید در انتهای راه برسید. اگر که تو لایف هستین حتما با اون دکمه لایف شیر کنید برای دوستای ناامیدتون. اگر توی پیج کلاسینو هستین حتما حتما اینو بدونین. جلسه امروز یک اتفاق شگفت‌انگیز در زندگی شماست که این اتفاق شگفت‌انگیز بارها و بارها در زندگی کسای دیگه اتفاق افتاده. یه مثالشو بزنم. یه شاگردی داشتم من به اسم سارا سیفی، 3 سال پشت کنکور بود. بعدش که 3 سال پشت کنکور بود، سال بعدش دیگه رها میکنه این رو، میخواد بره خارج از کشور. میاد داره کار خارج از کشورشو میکنه، قرار شهریور ماه از ایران خارج بشه. شب عید میاد یکی از دوستاش، دقیقاً همکلاسیش که پشت کنکور مونده بود و سال گذشتهش قبول شده بود رو میاد میبینه، میگه این پشت کنکور مونده و بغل دستی من بود تو کلاس، مهسا معافی دندان پزشکی سراسری روزنامه قبول شده، منم بخونم. که شب عید استارت میزنه با دیدن یک ویدیو یا یک لایو از همکلاسیش که تو پیج ما بود استارت میزنه. الان نشسته پزشکی تهران، فیلمش توی پیج من هست. این اتفاق برای کسانی میفته که این گوشه در نیست، این گوشه دروازه. این اتفاق برای کسی میفته که قلب سیاه پر از ناامیدی و پر از خشم و پر از نفرت رو گذاشته کنار، الان اومده اینجا میخواد یک اتفاق جدید رو در زندگیش رقم بزنه. کاغذ زندگیتو سفید بکن، میخوام دعوت بکنم. نه اینطوری نمیشه، اینطوری نمیشه، اینطوری نمیشه. اگه میخواین یه مهمون وحشتناک دعوت بکنم، کامنت ها باید بتره که یه ایوالا 100 بار بزن. ایوالا بزن 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 بزن، میخوام لایو بیارم اونجا ها. بزن 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 ببینم. ماشاءالله میخوام بزنیم به ترکونینا. بزن 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 ماشاءالله. برو 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 ماشاءالله. دم شما گرم ماشاءالله. بزن بزن بزن، میخوام به ترکیم. بزن ماشاءالله. بزن بزن بزن. به 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 عالی 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 عالی. میخوام به ترکونیم، میخوام امروز رویایی به ترکونیم. ماشاءالله. بزن بزن بزن. عالی 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 عالی. برو بریم فریبر جان، بیا تو عزیزم، بیا 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 بیا. امیدوارم که حالتون خوب باشه فریبر سورکی. آقا بزن اینجا. ماشاءالله داداش من قبلا شاگردم بوده، الان هم همکاره، هم آقای دکتره، هم رفیق ماست. استثنائیه استثنائی. ببین امروز میخوام اون اتفاقی که فریبر براش افتاد، شروع کرد و رفت جلو رو برای تو رقم بزنم.
امروز میخوام اون اتفاقی که فریور رو زندگیش رو عوض کرد برای تو رقم بزنم. منتظرم یک اتفاق بسیار خوب رو امروز داشته باشیم. پس اگر تنهایی، برو پدرت، مادرت، خانوادت، اون کسی که اسم میکنه تو نمیتونی، اون کسی که به تو انرژی منفی میده، اون کسی که اسم میکنه که تو واقعا آدم شکست خورده هستی رو بیارش بشونش اینجا. ببین میخوام ذهنیت تو عوض کنم، ذهنیت تو عوض بکنم. در یکی از همین روزها در بهمن ماه فریور سورکی با دیدن یک لایو از یکی از شاگردای قبلی ما اومد و زندگیش رو یک تغییر بنیادی و اساسی داد. در خدمت فریور سورکی از این دانشجوی پزشکی سراسری روزانه مشهد میخوام امروز ذهنیت تو عوض کنم. در کنارش برنامه ریزی که تو آخر سال برات کردم رو بهت بگم. بریم جلو. فریور بسم الله. خیلی از بچه هستن میگن نمیشه، ناراحتن، حالشون خوب نیست، نمیتونن شروع بکنن و دائم دغدغه‌شون اینه اگر از الان شروع بکنی میشه یا نه، اگر از الان شروع بکنی میشه یا نه، اگر از الان شروع بکنی میشه یا نه. میخوام این رو بگی، آیا تو هم اون زمان این دغدغه رو داشتی؟ آیا حال تو هم بد بود؟ آیا خودت هم نگران بودی؟ درصدات زمانی که میخواستی شروع بکنی آیا بالای 10% اصلا درصد داشتی؟ درسی داشتی که هیچی بلد نباشی؟ صفر تا صدشو منتظرم که توضیح بدی. سلام، من فریور سورکی هستم. همین اول میخوام بهتون یه چیزی بگم، این انرژی های منفی و اینا رو بریزین دور، واقعا کار نشد نداره. به نظر من آدم هر کاری که بخواد و میتونه انجام بده. من مثل شما کنکوری بودم، مثلا دی بهمن بود، درگیر این بودم، یه سری آزمونم داده بودم، آزمون آخرم دیگه خیلی داشتم دیگه پس رفتم میکردم، حتی ناامید شده بودم چرا اینجوری میشه، اصلا داشتم خودم میباختم، تا اینکه با تیم آقای دکتر آشنا شدم و شروع کردم. نه این شروع کردمه بچه ها، چون بعضی بچه ها تصورش شروع کردی از 50% شروع کردی. درصدا بچه ها 5% در چی درسی رو گفتی که اصلا هیچ چیز صفر؟ مثلا عربی من چیز بود، یعنی مثلا دهم یازدهم فقط میرفتم امتحان میدادم، در حد امتحان شب امتحانی مثلا امتحانم پاس میکردم عربی. پاس میکرد دانش آموزی که دهم یازدهم صفر بوده، عربی هم تا وسط سال صفر. بقیه درصدا هم نه 50-60%، میگم شروع از صفر میخوام برات شروع کنم. تکنیکی که برای فریور پیاده کردم، تکنیکی که برای بچه های دیگه پیاده کردم تو پیج من، این تعداد وجود داره. امروز میخوام راجع به اون تکنیک با هم دیگه صحبت بکنیم که چه اتفاقی میفته که یه سری از بچه ها درصداشون 0-5-10 همین حدود استارت میزنن و رویایی نتیجه میگیرن. دیگه چه نتیجه ای قشنگتر از پزشکی سراسری روزانه مشهد؟ خب بگو ببینم، اون حس و حال منفی تو جلسات اول هم نمیتونی بهش غلبه بکنی، درسته؟ درست. و اصلا یه تایمی ما گفتیم آزمون نده، آزمونات را نمیافتاد، به مدرک نمیرسیدم، اصلا نمیرسیدی دیگه هیچ. اصلا رفتیم از اول سال ما از صفر شروع کردیم دیگه، ما رفتیم از مباحث از اول سال شروع کردیم. نمرهات خراب بود، درصدات خراب بود، حالت بد بود. چی شد؟ چی در درونت تو رو نگه می‌داشت پای این راه که بمونی؟ واقعا جزء چیزایی که منو نگه می‌داشت همین انرژی شما بود. یکیش واقعا اصلا مثل بمب میمونن ایشون، اصلا یعنی باهاشون آشناتر باشین اصلا انگار مثلا نمیخوابن، یعنی یک سره درگیرن، درگیر تیم مثلا عجیب غریب کار میکنن و اصلا انرژیشون خیلی عالیه. یعنی مثلا من واقعا مثلا خیلی انرژی منفی داشتم، یعنی به اصرار مادرم هم مثلا بیشتر رفتیم و گفتم که حالا بریم مثلا یه تغییری بده، مثلا خودم دیگه از یه حدی حتی انرژی منفی تر شده بود. بعد همونطور که گفتن در بعد جلسه اول، فریور دفعه اولی که میخواست مشاوره بیاد کاملا 100% به زور مادرشون، دفعه دوم و سوم هم شاید 100% به زور مادرش بود مشاوره، 100% و ولی بعدش دیگه آروم آروم دید که نه، داره زندگی عوض میشه. فریور از اون بچه قدا هم بود که اتفاقا رشته های تاپ برای موفقیت یه آدم قد هم میخواد، یه آدمی که بگه کم نمیارم. اما خب در این زمینه انقدر شکست های پشت سر هم خوردم. خب دهم و یازدهم فقط امتحانا در حد پاسی بوده، دوازدهم نصف شاید دست داده، من درک میکنم کاملا ذهنیت آدم به هم میریزه. فریور چقدر اعتقاد داری که افرادی که
میخوان شروع بکنن، اگر شروع بکنن بعدن ولو قبول نشن خیلی خوشحال ترن تا شروع نکنن. اگر خودت شروع نمی، واقعا امکان داشت خودت هم شروع نکنی دیگه، یعنی اون اتفاق جلسه اولی نمی افتاد. آره واقعا ممکن بود دارم مثلا شروع نمی کردم، الان اصلا معلوم نبود چه رشته‌ای داشتم میخوندم، چی کار داشتم میکردم، بعدم چتی چی مشخص نبود، یا حتی پشت کنکور همینطور آره، مونده بودی. آره پشت کنکور برای خودم مونده بودم. یه شاگردی من دارم امسال، اسم کوچیکش رو میگم اسماست. من جلسه قبل باهاش صحبت کردم، اسما چون 3-4 تا دارم خیالم راحته که هیچ کدومشون به خودشون نمیگیرن. 3-4 تا اسما دارم، یه دونهشون رو میگم، سال هاست پشت کنکور، اتفاقا یکیشون 6 سال 7 سال پشت کنکور، یکیشون 3 سال 4 سال پشت کنکور، یکیشون هم 1 سال فکر کنم پشت کنکور. بعدش سال هاست که بچه‌ها ناتمام درس میخونه، امسال اومده خودش رو تغییر داده. بعد سالها بچه‌ها میدونی چیه، یه ماه بریم بزنیم بهتر کنیم عوضش بکنیم تغییرش بدیم، بعد بعد یه ماه هستن هیچ، اصلا انگار نه انگار، اصلا انگار نه انگار که با یک انگیزه شروع شده بود، اصلا انگار نه انگار که یک اتفاقی در درونش قرار بود به وجود بیاد و زندگیش رو تغییر بده، اصلا انگار این دیگه اون آدم نیست. اتفاقی که در بچه‌های مثل فریور نیفتاد و سرد نشدن، شاید به زور میخونده، یک مامان بسیار پیگیر داشت که من وقتی تأکید میکنم میگم خانواده پیگیر باشن، مادرش گزارش کار دقیق، دائم گزارش کار دقیق، چیزی که من دائم به بچه های پروفشنال، دائم به بچه های TNT دارم میگم بچه ها گزارش کار بفرستیم. بعد میاد طرف میگم پیشرفت نمی کنم. دیروز یه دانش آموزی به من پیام داد و فریبر گفته که من پیشرفت نمیکنه ترازم. گفتم خب عزیزم تحلیل آزمون انجام میدی؟ گفت بله. گفتم عکس تحلیل آزموناتو بفرست، خدا شاهده دارم تو اینستاگرام بهت نشونم. میگه آی دکتر من گوشه کتاب مینویسم. گفتم من به شما تحلیل آزمون درس دادم یا ندادم؟ گفتش که آره. گفتم گوشه کتاب بنویسی؟ نه. خب وقتی من به تو درس دادم گفتم جایی که بنویس ننوشی، طوری که گفتم تحلیل آزمون نمیکنی، یه چیزی رو میری تو کتاب یه علامت میزنی به درد نمیخوره. بچه ها وقتی شما زمان کم دارید، وقتی عقب افتادید، وقتی حالتون خوب نیست، 10 برابر باید کار بکنید، 100 برابر باید کار بکنید. اگه فکر میکنی از الان قراره ملو بیای بخونی درس یک زیست دهم و یه صبح تا شب وقت بذاریم تو برنامه، آخه ببین فریبر وای، تصور بچه ها گاهن از برنامه شخصی میدونی چیه؟ گاهن از برنامه شخصی تصورش اینه که ما هرچی میگیم تو برنامه بذارید. آقا من میخوام ادبیات اینو بخونم، این میشه خب اگر تو میدونستی باید چه کار بکنی که دیگه نیازی به مشاور نداشتی، اگر تو میدونستی باید چه کار بکنی که دیگه قرار نبود کسی به تو برنامه بده، خب خودت روزانه میریختی و انجام میده. کمایی که من اولین باری که من اومدم جز ویدیوهای اولم تو کلاسون هست برید ببینید، گفتم کسایی که یا برنامه ریزی بلدن یا فکر میکنن بلدن نیان کلاسای ما رو، نیان، به همشون میریزه. تو قرار نیست اینجا برنامه ریزی بکنی، اینجا من یک برنامه مدون منظم عالی به تو فریور این اون 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 میدم که بشین شروع کنید، چون من میدونم که کسی که این مسیر رو رفته نیاز به چی داره و در ادامه به صورت سیستماتیک از روی آزمون‌های قلمچی بهت توضیح خواهم داد که چه کار بکنی و چه جوری برسونی. خب فریبر، یک این که یه وقتایی میگفتی آقا من فلان چیز میخوام تو برنامه‌ام باشه و من میگفتم نه نمیخوام باشه، یا یه وقتایی مثلا معلم یه چیزی داشت درس میداد، شما در کنار اون یه چیزی با فشار بسیار زیاد مجبوری چیز دیگه هم بخونی. روزای اول خب غر می‌زدی آقا نه معلمم اینو درس میده من اینو باید بخونم، ولی بعدن دیدی که من باید فشار بیارم. ما به بچه‌ها درخواستمون اینه که اصولاً 14 ساعت رو دیگه کسی دیر شروع کرده باید 14 ساعت. آیا شما رو این عدد میموندید یا نه؟ یه روز 2 ساعت می‌خوند، یه روز هیچی نمی‌خوند، یه روز 14 ساعت. استمرار توی ساعت خوندنتون خیلی مهمه. اگه مثلا می‌خوان یه روز 2 ساعت بخونید، یه روز 7 ساعت بخونید، اصلا خودتون به هم می‌ریزین. اصلا هم اعتماد به نفستون، استرس الکی می‌گیرین، فقط خودتون به هم می‌ریزین. واقعا خیلی چیز بدیه. بعد داشتیم در مورد چیز حرف میزدیم، من دقیقا یاد خودم افتادم. من همونجوری که گفتن خیلی قد بودم، بعد همین چند هفته اولی که میگن همین داشتم همین حالت ادامه میدادم، یعنی مثلا مشاوره رو داشتم ادامه میدادم، ولی مثلا خیلی وقت کار خودم میکردم، یا مثلا خیلی جدی میگفتم نه این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، یا مثلا گفتن آزمون نده الان که مثلا چیز نیست، حالا یه خورده درصدت پایینه، فقط اعتماد به نفس تو میگیره و حالا چیزای دیگه، و مثلا باز مثلا من رفتم دادم، یادم اینو، باز مثلا بیشتر به هم ریختم فقط.
یعنی یه چند هفته هی داشتم کار خودم رو میکردم، یعنی نصف نیمه داشتم انجام میدادم کاری که آقای دکتر میگفتن و تا اینکه واقعا تصمیم گرفتم با تغییر رویه بدم. گفتم آقا تو الان این همه زحمت کشیدی، خب مثلا داری، یعنی الان مثلا داری زحمت میکشی برای خودت، یعنی شروع کردم داشتم زحمت میکشیدم ولی داشتم به هم ریخته کار میکردم، یا همین دقیقاً ساعت بالا پایینم داشتن، یا مثلا یه روز اصلا نمیخوابیدم همینش فقط میخوندم و یه روز مثلا میدادم 4 5 ساعت میخوندم. بعد بزنم پرید تغییر رو میخواستی بگی، گفتی که این که میخواد اینطوری کار میکردم و بعد اومدم تغییرش دادم. بله اومدم که یادش رفت فریبا بچه اینو ما پزشکی قبول کردیم، خیلی فکر نکنید پرش ذهنی بگم، پرش ذهنی در این حد کلا الان یه جای دیگه است، تو مشهده داره. آره خب بچه ها فریبر بریم دور دون اون کاری که برات انجام دادیم و بریم بریم. من توضیح بدم، جایی که میخوای کامنت بدی خودت به من بگو حتما. بریم خب بیاییم و بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها من امروز هم برنامه ریاضی رو میگم هم برنامه تجربی رو میگم، خواهش میکنم در کنار من امروز رو باشید که انشالله بتونیم پر انرژی و قوی و سنگین بریم جلو. خب آقا نگاه کنید، من اول یه توضیحی بدم که اصلا پلنمون برای برنامه چیه. من خواهش میکنم این پلن رو گوش کنید بچه ها، شما میتوانید به سبک قبل برنامه دو هفتگی در TNT و برنامه هفتگی و پیگیری بیشتر در پروفشنال بگیرید، برنامه رایگان روزانه طبق برنامه آزمون قلمچی و آزمون روزانه توی کانال تلگرام هم گذاشتم. پس لزومی نداره اگر نمیتونی مشاور بگیری، نمیتونی هزینه بکنی، قصه بخوری. برنامه ای که دارم به صورت ثبت نامی به شما میدم که بابتش هزینه ای دارید پرداخت میکنید، برنامه حرفه ای تریه. اوکی برو بریم. عزیزای دل من، من میخوام شروع بکنم از اول سال بررسی بکنیم پروسه یه دانش آموزی که دانش آموز قویه. فریبر یه سوال از تو دارم، قبول داری یه دانش آموزی که از تیر ماه خوب خونده باید شروع بکنه همه آزمونا رو تک به تک شرکت بکنه یا نه؟ از تیر ماه دانش آموزی که خوب خونده بعد آزمون ها رو قوی و عالی شرکت بکنه. خب من میام میگم شما فرض بکن که یه دانش آموزی میخواد تازه از الان شروع بکنه، میاد آزمون ها رو نگاه میکنه، آزمون 21 بهمن رو نگاه میکنه، کرک و پرش میریزه. خب وقتی کرک و پرش میریزه این دانش آموز اصلا استراب داره، نمیتونه کاری بکنه. دیدی 7 تا درس زیست به اون سنگینی، شیمی به اون سنگینی، اصلا نمیتونه کاری انجام بده. حالا من اگر بهت بگم که تو برگرد به آزمون 23 مهر، بچه ها برام کامنت بذارن، اگر من بگم شما برگرد به آزمون 23 مهر، این دوره‌ای که دارم توضیح میدم شروع از صفره، اون کاری که برای فریبر و بقیه بچه ها کردم، شروع از صفر. خوشگل من حواست باشه، این دوره شما میتونید همون برنامه طبق آزمونای قلمچی در پروفشنال و TNT مثل سری های قبلی، مثل قبل از این که این جلسه رو داشته باشیم وجود داشت بگیرید، میتونید هم بیاید توی گروه شروع از صفر، میتونید بیاید توی گروه شروع از صفر. چه دانش آموز قدیمی من بودی، چه دانش آموز جدید من بودی، هر کدوم از اینا بودی، میتونی بیاید توی گروه شروع از صفر و من بهت بگم چی کار بکنی. این چه جوریه؟ ما در شروع از صفر جلسات اسکای روم داریم، جدای از جلسه هایی که اینجا داریم جلسه های اسکای روم داریم. توی جلسه های اسکای روم چیکار میکنم؟ میام بهت توضیح میدم تو باید چه کار بکنی در طی یک هفته که در آخر اون هفته بتونی آزمون قلمچی رو بدی. چقدر از سال گذشته؟ تقریبا نصفش. چقدر از سال مونده؟ نصفش. اگر تو بتوانی با سرعت دو برابر به آزمون ها برسی، آقا ما نمیتونیم زیست رو تو دو ساعت بخونیم، ما حوصله‌مون نمیکشه روزی 14 ساعت بخونیم، آقا ما خسته میشیم، آقا ما نمیتونیم هم تکالیف کلاسمون رو انجام بدیم هم نیا. خیلی شفاف نیا. ایشالله سال بعد پشت کنکوری تیر ماه ثبت نام میکنی، من در خدمتم. اصلا عجله ای نداریم که شما امسال پزشک بشی، امسال رشته مهندسی تاپ در تهران بری. دانشگاه هم عجله ای نداره، فرش قرمز هم برای کسی پهن نکرده دانشگاه. نه یا اونی بیاد که حس میکنه من در توانم هست دو برابر بقیه تلاش بکنم، چون نصف سال گذشته.
با خودت رو راست باش. اگر بهت یه نفر گفت یه برنامه‌ای بهت میدم خیلی معمول شو اینا، قراره که تو برسی، نمیرسی. حجم آزمونا رو نگاه کن، حجم برنامه‌ها رو نگاه کن، نمیرسی. خیلی شفاف با من باش. من میخوام تو رو برگردونم به آزمون 23 مهر ماه. از هفته آینده جمعه جلسات شروع میکنه به برگزاری. جلسه رو که برگزار میکنم توی اون برنامه خودم در جلسه هستم، خودم بهت یک هفته برنامه رو میگم باید چه کار بکنی. جلسه ای که در اسکای روم هست، بچه ها توش حضور دارن، پروفشنال ها و بچه های تی ان تی جدا، پروفشنال با پیگیری خیلی بیشتر، امکانات خیلی بیشتر. تی ان تی هم گزارش شبانه به پشتیبانت میدی و پشتیبانت کمون زیاده تو، نقصات رو بهت میگه. اما پروفشنال، خب بچه هایی که هستن توی آیلایت افزایش تراز هم دیدین، خب بالاخره زمان بیشتری رو پشتیبان ها میتونن به تب براشون بذارن. من برات میگردم به آزمون 23 مهر. من توی یک هفته به تو برنامه میدم که به آزمون 23 مهر برسی و یا 23 مهر رو درس به درس لا بلای برنامت میگم آزمون بدی، خوب گوش کنا، یا 23 مهر رو کاملا هم سوالات رو در اختیارت میذارم که مبحث رو خوندی سوال رو بتونی بزنی، یا درس به درس قرار هست بری جلو و این کار رو انجام بدی، یا نه آخر هفته یه تایمی رو برات در نظر میگیرم. تایم آزمون مثلا 3 ساعت، 3 ساعت و نیم، من میگم خیلی بیشتر، 4.5 ساعت بهت وقت میدم، بشین این آزمون رو بزن و خودت رو بسن. چه اعتماد به نفسی بهت میده وقتی 23 مهر رو بدی؟ چه اعتماد به نفسی بهت میده؟ تو همون دانش آموزی هستی که مثل فریبر آزمون الانت رو زبدی 5%، 10%، 0 و گاهن منفی. میخوام برم از بیس بیارمت بالا، دیگه بهونه ای نباشه. آقا ما کلاس نکته تست داریم، آقا ما کلاس سالیانه داریم. بسم الله. بله، حواسمون خیلی به شما جمعه، حواسمون به شدت به شما جمعه. بیا اینجا، بیا اینجا گل من. خب اینو من بده. من یه دونه برنامه 2 روزه رو میخوام اینجا برات تشریح بکنم. خواهش میکنم، کیا با منن؟ 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 بدو 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 بدو، انرژی بالا، بدو 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 بدو. بابا این جمعیت تو کلاس بیشتر رو کامنت میخوام. بدو 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 بدو، ماشاءالله ماشاءالله. خب اینو بیا اینجا، میخوام بهت یه برنامه 2 روزه رو توضیح بدم. خوب گوش کن، خوب گوش کن عزیز دلم. خب این برنامه 2 روزه، برای مثال میگم یکیش روز چهارشنبه است، یکیش روز مثلا پنجشنبه، مثال تاریخش هم مهم نیست، یکیش روز چهارشنبه، یکیش هم روز پنجشنبه. اولا حواست باشه عمده کلاس های شما در طی هفته تا روز چهارشنبه و پنجشنبه است، کلاس های جمعتون سبکتره. یک برنامه رو براتون میخوام طراحی بکنم که کاراش با تیم اصلا، ببین یک کار تیمی عجیب انجام دادم. بچه هایی که تو گروه من هستن، بچه اسمارت، بچه پروفشنال، میدونن دارم چی کار میکنم. تو برو هایلایت افزایش تراز 1، هایلایت افزایش تراز 2، هایلایت افزایش 2000 ترازو ببین، استوریای همین امروز رو ببین، بچه‌ای که از 4000 تو 3 ماه 4 ماه رسیده به 7000 رو ببین، بعد بگو این 5 ماه کمه. من میگم که روزهای شنبه تا چهارشنبه، روزهای شنبه تا چهارشنبه یه برنامه قرار برای طراحی بکنم که تو روزانه مگه نباید 14 ساعت بخونی؟ بین 8 تا 10 ساعتشو من بهت برنامه میدم، بقیهشو بین 4 تا 6 ساعت کلاس های نکته تست، کلاس نکته و تست و تکالیفت باشه. یا میگه آقا نکته و تست ندارم من، سالیانه دارم، اشکال نداره، کلاس سالیانت باشه. آقا من یه روزایی خیلی کلاس دارم اصلا نمیرسم، یه روزایی خیلی بیشتر میتونم بخونم، اشکال نداره، بهت میگم چجوری اینا رو جا به جا بکنی. خیلی ساده است فریبر. من میخوام به یه دانش آموزی بگم روز جمعه بیاد آزمون قلمچی بده. خب میگی اینجا یه دونه جمعه ای داریم ما که آزمون قلمچیه. تو خودت تصور بکن که این دانش آموز اومده پیش تو میخواد جمعه آزمون قلمچی بده،
آزمون قلمچی بده روز جمعه فریبر جان. خب حالا باید میگی برنامه دو هفته رو باید توی یه هفته بذاری. آقا ما نمیتونیم، آقا نشدنیه. میتونی بیا اینجا بهت بگم چی کارش میکنم، بعد برمیگردم به برنامه ها. بریم این دفعه تو ریاضی، همش داریم تو تجربی گیر میدیم. بیا بریم ریاضی. خب بیا اینجا، بیا اینجا من برنامه اختصاصی ریاضی رو باز بکنم. 23 مهر ریاضی رو ببین. 23 مهر ریاضی میاد اینجا میگه آقا من خیلی برام سخته فیزیک 12 مباحث سختی که وجود دارد رو فعلا برای شما حذف میکنیم که برنامه تو یک جا جا بشود. آقا اینا رو کلن حذف میکنیم؟ نه، تا زمانی حذف میکنم که کلاس نکته و تستت کلاس سالیانت یا به اونجا برسه، یا اگر رسیده و رد کرده بعد از اینکه کلاس سالیانت تمام شد مجدد بگم این مباحث رو بخون. با منی؟ متوجه شدی؟ بچه ها سوالی تا الان ندارن؟ پس من میام میگم آقا حرکت بر خط راست رو شما اصلا درس 1/12 رو نمیتونی در فیزیک بخونی، حذفش میکنم. آقا نظری اعداد درس سنگینیه، حذفش میکنم. یا نه توی برنامه میام میگم این مباحث تو برنامه هست، نظر من اینه اینو اینو حذف بکنید، نظر تو اینه که اینو اینو حذف بکنید. بهت یاد میدم، خیلی ساده است. یک برنامه سوپر سوپر قوی، ولی توی این برنامه اینطوری نیستش که تو بگی که من میخوام اینو بخونم میخوام اونو بخونم. نه، تو برنامه اینطوری نیست که تو بگی آقا من میخوام اینو بخونم اونو بخونم. چرا؟ چون به وضوح مشخصه اگر قرار بود اتفاقی که میفته از اول سال خودت رقم بزنی دیگه اینجا نبودیم. برگردم به برنامه عزیزم. خوب گوش کن عزیزم. برگردم به برنامه. خب فریبر جان با چند ساعت در روز موافقی؟ 14 ساعت ساعت منطقی یا نه؟ بله. بسیار عالی. و نظم در این 14 ساعت باشه یا نه؟ 100%. خب فریبر نازنینم، من همون کاری که برای خودمون انجام میدادیم چی بود؟ میگفتم آقا این کارا رو انجام بده، آخر شب هم یه دونه تایم چی میذاشتیم براتون؟ جبرانی. ها؟ یعنی این که در طی روز شما یه سری کارا انجام میدی، ممکن از این عقب بیفتی، به این نرسی، این اتفاقی پیش بیاد، یه تایم جبران داریم. من در طی هفته شنبه تا چهارشنبه یا حتی پنجشنبه، خب به شما 8 تا 10 ساعت برنامه میدم که به نکته و تستت، به کلاست برسی. آقا ما نکته و تست نداریم، کلاس نداریم، چیکار کنیم؟ همینا رو ضرب در 2 ضرب در 1.5 انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اگر مبحثی رو ضعیف‌تری، اگر مبحثی رو مشکل داری، 2 برابر بیشتر براش تلاش کن. اوکی؟ حله؟ با من هستین بچه های لایف؟ بذار ببینم بچه های لایف هم اوکی هن. بچه ها صدا و اینا تو لایف اوکیه؟ صدا رو به من بگین ببینم اوکیه. ماشاءالله خیلی عالی. لایف کنم وسطا قطع شد اصلا. حسم اینه که لایف وسطا قطع شد. خب بریم. حالا من اینجا چیکار میکنم فریبا؟ بر کاری که برای شما انجام میدادیم چی بود؟ میگفتیم آقا شما نمیتونی به کل اون برنامه رسی، اشکال نداره. من توی برنامه چهارشنبه برات مثلا میذارم زیست، اونی که قرار هست بذاریم تو برنامه زیست فصل 1 صفحه فلان تا فلان، مثلا صفحه 7 تا 15 رو بخون. آقا ما نمیرسیم بخونیم، شب بیشتر بیدار بمون بخون، بیشتر تلاش کن. ببین بدون تعارف هیچ برنامه‌ای وجود ندارد که شما وقت کم بذاری، توان کم بذاری، سرعت خوندنت پایین باشه، تست پایین بزنی و به نتیجه برسی. شما اگر هر هفته بتونی به یک آزمون قلمچی برسی، فری بعد ببین چقدر میخوام خوشگلش کنم. ما هفته اول اسفند استارت شروع از صفرمه دیگه. من 4 هفته از اسفند بگذره برسم اول فروردین، کدوم آزمونا رو دادم؟ 23 مهر. بذار آزمونا رو بیارم با هم دیگه بشماریم دیگه. ببین فری بر چقدر خوشگه بچه. شاید خودت هم هیچ وقت اینطوری بهش فکر نکردی دیگه که ما با این سرعت داریم پیشرفت میکنیم و پیشروی میکنیم میریم جلو. آقا سرعت خیلی زیاده؟ نه، یا برو جایی که سرعت کمه، چون بدون این اصلا امکان پذیر نیست. عزیز دل من، خوشگل من، نگاه کن توی صفحه هم جا نمیشه. تو فقط کاری که در این یک ماه
اگر قوی و سنگین انجام بدهی میتوانی برسانی کدوم آزمون هست؟ فری بر چهار تا آزمون اول به من نشون بده ببینم 23 مهر. چهار تا اول به من نشون بده. اولیش 23 مهر، دومیش 7 آبان، سومیش 21 آبان، چهارمیش 5 آذر. میرسی به کی؟ میرسی به 2 ماه قبل. توی فروردین میخوای چکا؟ آقا ما میخوای آزمون هفته فروردین بدیم. میخوای بدی؟ برو بده. اگه بلد بودی که خب الان شروع از صفر نبودی. بچه ها هم میخوان شروع از صفر داشته باشن، هم میخوان نظرات خودشونو پیاده بکنن. چه شروع از صفریه دیگه این؟ دقیقا تو اینجا بگم آقا بذارین کنار یه وقتایی فکرهای خودتونو. یعنی من خودم درگیر این چیزا بودم، با گذاشتم کنار، گفتم که آقا ایشون و تیمشون قطعا کلی فکر پشت این چیزاست، کلی برنامه ریزیه. حالا من اینکه مثلا سال اولمه دارم کنکور میدم و حالا کلی هم اومدم جلو و نتیجه نمیگیرم، آقا یه راه دیگر امتحان کنم، چرا امتحان نکنم؟ و اینکه آقا خب قطعا یه تیمی که این همه آقا نتیجه ها رو داریم میبینین، این همه چی بگم، خب خودتون دارین چقدر دارن کار میکنن، خیلی بهتر از شما میفهمن و یه چیزایی میبینن که شما الان نمیبینین. ببین فریبر، من یه چیزی، یه وقتایی ما بهتر نمیفهمیم، ما بهتر تجربه کردیم. دقیقاً یه وقتایی ما هم قدیم ها مثل شما فکر میکردیم. تصور ما از برنامه اینی بود که شما میفرمایید، حق با شماست، درست میگید. یه وقتایی تصور ما هم همین بود. الان که تصور ما تغییر کرده، الان که میدونیم دانش آموزی میخواهد از صفر شروع بکنند، اینطوری نیست هفتگی یه دونه درس زیست براش بذاریم. پس من وقتی که دانش آموزم رو میرسونم آخر فروردین، دانش آموز من قبل از شب عید آزمون 5 آذر رو زده. فریبر آزمون 5 آذر چقدر خفنه؟ توی رشته ریاضی میگم، تو تجربی هم میگم. خوب نگاه کن، خوب نگاه کن، من اینو پاک کنم بزنم روی این. خوب چقدر خفنه، چقدر عالیه. نگاه کن، نگاه کن، دینامیکو داری میخونی تا یه جایی، یعنی اصلا فصل یک تمام شد تا دینامیک. گفتیم برای بچه‌ای که خیلی سرعتشون پایینه نمیتونن، اینا رو حذف میکنیم تا برسونن. ماتریس رو خونده، آشنایی با نظریه اعداد رو خونده، آسایش رفاه درسای شیمی رو خونده، ریاضی چه حجمی رو خونده؟ تقریبا نصف، یک سوم کتاب ریاضی یک رو خونده، کتاب حسابانی یک رو شروع کرده، هندسه تجسم فضا تا تجسم فضا، یعنی تا صفحه 96 رو خونده. ناکو اینا تا اینجاست، همه رو ناکن، 9 تا 27، 29 تا 51 و و و تا اینجا. فیزیک یک یا فیزیک دو، یکی از این دوتا رو تقریبا ناکو، فیزیک و اندازه‌گیری یه فصل، ویژگی‌های فیزیک مواد دو فصل، کار و انرژی سه فصل، نما و گرما هم داری تموم میکنی. یعنی تقریبا بچه ها یه چیز فوق‌العاده رو شما دارید میرید جلو. ولی خیلی ها تصورش، آقا ما که نمیرسیم عزیزم، اگر قرار نیست برسی دیگه به کنکور امسال نمیرسی. بسیار باید پرفشار بخونی. یه چیز جالب بهت بگم فریبر، من رتبه 120,000 کنکور پارسال شاگردمه. امروز کارنامه این دفعهشو استوری کردم، رتبه 18 کشوری شده. چرا رتبه 18 کشوری شده؟ این دانش آموز یک شب فریبر، یک شب نشده به من گزارش کار نده. خیلی مهمه، خیلی مهمه استمراری که تو گفتی. آقا دانش آموز میاد به من میگه، من الان دارم بچه های پیام ها رو، آقا من از کی ثبت نام کرده پیش ما، مثلا از مهر ماه، آقا من دائما مثلا درس نخوندم، گزارش کارم رو اگه گزارش کار ندادم، اصلا پشتیبانم صحبت نکردم، پشتیبانم زنگ میزد من جواب نمیدادم چون نخونده بودم، یا خجالت میکشیده یا بچه پر بود، میتونم بیام شروع از سفته؟ بیا، تو که شاگرد منی، تو که هزینه مشاورت رو تا آخر سال پرداخت کردی، یک بار عوض کن سیستمو، یه بار اون روی کرده تو، یک بار اون دیدت رو عوض کن. برای چی میخوای تا آخرش ضعیف بمونی؟ اصلا برای من قابل توجیه نیست فریبر. چرا میخوان ضعیف بمونن؟ تو باید یک روز این تغییر رو انجام بدی. گفتم شنبه تا چهارشنبه اینقدر بهت میگم، جمعه ها هم توی آزمون قلمچی رو یک جا قرار بدی یا نه، در طی هفته زیست فصل فلان رو که گذاشتم خوندی، همینجا هم میام میزم تست زیست قلمچیه، تست زیست قلمچیه، قلمچیه 23 مهر. یعنی تو درس تو خوندی، جزوت رو خوندی، تست تو زدی، آزمونت رو هم دادی، هر دوتا اینا امکان پذیره، هر دوتای اینا امکان پذیره.
ولی دیگه الان اون زمان نیست که بگی آقا من میخوام عربی اینو نخونم اونو بخونم. من بهت میگم چیو بخون چیو نخون. من میگم چیو حذف کن چیو حذف نکن. هیچ کدام از حذف هایی که ما امروز میکنیم اینجا مینویسم فریبر یادت باشه من اینجا نوشتم. هیچ کدام حذف قطعی، هیچ کدام حذف قطعی قطعی نیست. چرا؟ چون بابا شاید من دیدم شرایطت خیلی خوبه بعدن اضافه کردم برات. اول سال خیلی از فصل‌ها رو نذاشتم فریبر بخونه. اول سال منظورم زمانی که من شروع کرد. ولی خیلی هاشون رو برگشتیم خوندیم و یه تعدادیشون هم نخوندیم. یه چیزی رو در گوشی بهت میگم. توی پیج من نسبت به پیجای دیگه خیلی بیشتر احتمالاً دیدی قبولی داروسازی در 2 ماه، پزشکی در 3 ماه، در 4 ماه، در 5 ماه، در 6 ماه. یکی از علتاش میدونی چیه؟ بیا من بهت بگم. اون چیزی که نمیدونن و درست اگرم میدونن کپی میکنن، درست کپی نمیکنن. ایشالله یه روزی درست کپی بکنن بچه ها نتیجه بگیرن. بچه ها ما حذف هوشمندانه داریم. حذف هوشمندانه داریم. حذف هوشمندانه. حذف هوشمندانه یعنی چی؟ اصلا یک سری از مطالب جلسه قبل من توضیح دادم، مطالبی که نباید بخونید یا دیر شروع کردید بذارید نکته و تستابتون درس بدن. جلسه بعدی هم ادامه همونا رو خواهم گفت. اگر جلسه قبلی رو ندیدید، جلسه قبلیش 12ام درسته؟ جلسه قبلیش 12ام. اگر جلسه قبلی رو ندیدید برید جلسه 12ام رو ببینید. نصفشو گفتم. این جلسه که جلسه انگیزشی و برنامه‌ریزی، جلسه بعدی دوباره جلسه 14ام ادامهش رو هم برای ریاضی هم برای تجربه به صورت کامل به شما میگم. آقا در کنکور تقریبا بسته به سالش 60-80% سوالات، بچه‌ها نگم یکسانه، نگم خیلی مشابهه، خیلی مشابهه. آقا امسال گفتن ما میخوایم سوالات رو محتوایی بدیم. اوکی خیلی سالا میگم ما میخوایم از کلیشه‌ای در بیاریم، خیلی فلان بکنیم، خیلی. تو الان این رو داری و از اون ورم بذار من اینو بکشم. از اون ورم ما چی داریم فریبر جان؟ از اون ورم اینو میکشم، اینم میکشم. بچه ها واقعا 20-40% سوالات متفاوته، ایده داره، مشکله، سخته و و و. میتونی تخمین رتبه اون صفحه تخمین رتبه قلمچی رو من بدی لطفاً؟ ممنونم. الان آمادش کن هر وقت گفتم بنز اینجا فدات بشم. پس بچه ها من میام در حذف هوشمندانه میگم این رو حذف میکنم، این رو چیکار میکنم؟ این رو نگه میدارم. چیزی که دفعه پیش شفاف توضیح دادم. بچه ها من در جلسات قبلی میزان درصدی که شما میتوانید در کنکور بزنید با حذف درست منطقی و هوشمندانه رو براتون اندازه گیری کردم. همون کاری که برای فریبر کردم. ما برای فریبر چیکار کردیم؟ فریبر جان قبل از آزمون گفتیم هدف گذاریه کنکور میکنیم. در هدف گذاری گفتم اینو دیدی ساده ترین سوالم ازت پرسیده بود نزن، از اون ور بیا اینو اگر سوال آسون بود سری بزن، سخت بود برو تا ده دفترچه برگرد، ولی حتما آخر دفترچه بزن. و این اتفاقی که رقم میزنه برای بچه ها. وقتی یه دانش آموزی مثل مهشید جعفری 7 سال اصلا رفته لیسانس یه رشته دیگر رو گرفته و بعدش اومده و الان داره این کار رو انجام میده، خب من که نمیتونم از اون اول بگم که 0-100 رو برو انجام بده. نمیشه. این آدم از درس دور بوده. بردم چرخوندم گفتم اینا رو حذف کن بیا تو کنکور. من از تو میانگین 60 میخوام، میانگین 70 میخوام بسته به دانش آموز، از یه دانش آموز میانگین 50 میخوام. اینو بزن برای من، کما این که من طوری بهت کار انجام میدم
که وقتی که رفتی سر جلسه اگر تصورت 50 بود همه درس ها رو 50 بزنی، آخر دفترچه‌ام 15 دقیقه 20 دقیقه اضافه بیاری، شاید ایشالله تو 60 هم بیای بزنی. هم متوجه شدی؟ یک بار دیگه بهت توضیح بدم، یک بار دیگه. منم یاد یه چیزی افتادم. بگو عالیه. یاد هدف گذاری خودم افتادم، یعنی اصلا هدف گذاری خودم برای اینکه چی میخوام قبول شم. من یادم اول چیزمو گرفته بودم داروسازی، خب و وقتی دیدم میتونم و دیدم داریم نتیجه میگیریم بودم خب پزشکی میخونم، یعنی دوست داشتم، یعنی وقتیم میشه علاقه پزشکی بوده، گفته خب دارو رتبه پایینتری میخواد، من این زوری که دارم میزنم به دارو میرسه. دیدی آقا نه، آخر سال تایم آورده، وقت اضافه آورده، میتونم. اونجایی که گفتم توی رشته ریاضی گفتم مبحث رو حذف قطعی نمی کنیم، حذف هوشمندانه می کنیم، چی بود داستانم؟ گفتم تو اینو الان حذف کردی، اوکی، قرار نیستین برای همیشه حذف باشه. بسیاری از بچه ها به این خواهند رسید، بسیاری از بچه‌ها اینو خواهند داد. میشه یه بار دیگه لطف بکنید، بزرگواری کنید، همون چیزو من بدین، اوکی شده صفحهش، اگه لطف کنید ممنون میشم، مرسی از شما. خب بچه‌ها من برم، بچه‌هایی که توی تخمین رتبه نبودن من تخمین رتبه رو حتما براشون انجام بدم. عالیه، همین همین، دم شما گرم، مرسی از محبتتون، ممنونم از شما، عالی. من میزنم خودم، همینه، برم. بسیار عالی. خب بچه ها میاییم اینجا گروه شما، مثلا میزنیم ریاضی. صدای لایو قطعه؟ ای وای چقدر بد، به خاطر همینه بچه ها ریختن تو لایو. خب اینو ولش کن دیگه، صدای لایو چقدر بد اینطوری شد. اه چقدر بد، یه نفر زنگ زد وسط لایو متاسفانه. من گفتم بچه ها 300 نفر بودن، چجوری یهو شد 50 نفر. بچه ها بسیار بسیار ناراحت، یه چک بکنی فقط اگه مشکل بشه من فلوت شم. بچه ها من بسیار بسیار ناراحتم، توی لایو بود بچه ها، توی لایو بود. متاسفانه اتفاقی که توی لایو افتاد اینه که متاسفانه اینطوری شد، یه نفر زنگ زد وسط لایو، کل لایو ما صداش قطع شد، اشکال نداره. خب میای بچه ها من گفتم بهتون چند 60% میخوام ببینم که 60% توی دقیق بزنیم 60، حالا 1% بالا پایینم خیلی اتفاق نمیفته، این خیلی سخته. خب بچه ها من میگم همه رو گفتم 60، آقا شما میگی ما اینو نرسیدیم، اونو نرسیدیم، اینجا اینطوری شد، اونجا اینطوری شد، و و و و و و و بی اینجا بی اینجا. میخوام برای تخمین رتبه محاسبه بکنم. بچه ها در رشته ریاضی رتبه شما در منطقه یک میشه بین 200 تا 300، تو منطقه دو میشه بین 100 تا 200، تو منطقه یک میشه بین 1 تا 100. آقا نه ما دیدیم کارنامه رو، بله این کارنامه برسه کنکور 99 بوده، کنکور 1400 با درصد ریاضی 25-30 ممکنه این اتفاق افتاده، هر سال که اونطور نیست، امسال هم ممکنه یه درس دیگه اونطوری ضعیف باشه. کنکور 99 دادی شما، درسته؟ بله. کنکور 99 سخت، نه 98 کنکور 98 نه آسون بود، خدایی سخت نبود. کنکور 99 که سخت ترین کنکور قرن بود، یه نفری مثل نسیم کریم نژاد که 4 سال پشت کنکور بود، تو کنکورهای آسون قبلی نتونستن چه بگیره، با یه برنامه درست اومد تو سخت ترین کنکور که اگر 1400 فقط ریاضیش خیلی سخت بود، 99 کل درسایش سخت بود، کل درسایش سخت بود. خب بچه ها من میخوام اینجا رو بهتون نشون بدم، دیدن کارنامه ها رو بزنیم ببینین چقدر عجیب و غریبه، ببینین چقدر عجیب و چیا قبول میشه. برق شریف، کامپیوتر دانشگاه تهران، مکانیک شریف، برق تهران، برق شریف، کامپیوتر تهران، مهندسی کامپیوتر تهران، برق شریف، مهندسی مکانیک شریف، بله بله، نگاه کن همه رو نگاه کن، رتبه‌هاشون هم زده عزیزم، اینم رتبه‌هاشون، اینم رتبه‌هاشون، کسایی که قبول شدن رتبه در سهمیه‌شو زده، منطقه یکشو زده، رتبه کشوریشو زده، همه رو نگاه کن. من میام پایینشو نگاه، من پایین کران رو میگیرم، رتبه 299 رو میگیرم، چی قبول شده؟ فیزیک دانشگاه شریف، مهندسی برق تهران، برق امیرکبیر، صنایع شریف، عمران شریف،
مکانیک تهران، عمران شریف، مکانیک تهران، علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، بچه ها قرار نیست 100% موارد رو بخونید. اصلا نه ما انتظار داریم نه میخواییم که 100% موارد رو بخونید. کاری که شما باید انجام بدید این هست که نسبت به بقیه متفاوت درس بخونید. همین، نسبت به بقیه متفاوت درس بخونید. اوکی، به من دوباره صفحه خودمون رو میدین؟ نه همینی میشه. یه لسه این نگرده، این رو بزن صفحه قبلی، این رو بزن صفحه قبلی، یعنی برد یه نه چی میگن، آها اینجا آره این بیاد قبلی. آها خب همینو بیاریم برای تجربی. بچه ها تجربی درخواست کردن، قبلا زده بودیم. بچه ها همه رو من دارم تونتون میزنم. تخمین رتبه برای 60% تجربی هم ببینید بچه ها. منطقه 1 400 تا 600، منطقه 2 600 تا 700، منطقه 3 200 تا 300. کارنامه‌هاشون هم ببینید. بریم منطقه 3 رو ببینیم. بچه ها از هر جایی که هستن منطقه 1 رو قبلا نشون دادم. پزشکی شیراز، پزشکی ایران، پزشکی مشهد، پزشکی ایران، پزشکی شیراز، پزشکی مشهد، پزشکی تبریز، پزشکی اصفهان. بچه‌ها قرار نیست شما صد رو بخونید. فری بعد یکی از چیزایی که آزمونایی مثل قلمچی بچه‌ها رو دوچار مشکل کرده، با لایوی که با دکتر عمارلو داشتیم خیلی عجیب بود. فریبر ما فکر میکنیم کل سوالات زیست کنکور ترکیبیه، در حالی که درصد بسیار کمی از سوالات زیست کنکور ترکیبیه. ما تو همون جلسه که با آقای دکتر عمارلو داشتیم بین 10 تا 12 سوال، چون لایو ترم اول 12 مون به ما نشون دادن که تقریبا یا ترکیبی نیست یا اگر ترکیبیه کاملا یک بخش مشخص از سال 11 هم رو میخواد. اصلا نیازی نیست شما همه رو بدونید. بچه‌ها تصورشون اینه که ما همه سوالاتمون داره ترکیبی میاد. بچه‌هایی که با فکر درست، بچه‌ها جلسه تحلیل کنکور من رو اگر ندیدید حتما برید ببینید. سوال به سوال تغییرات رو گفتم. صفحه خودمون رو لطف می‌کنید. خب، فریبر جان برنامه رو گفتیم. آزمون رو گفتیم قراره چی کار بکنیم، چه جوری آزمون بدیم. تفاوت پروفشنال و تی ان تی میزان پیگیری و ارتباط شما با مشاور شماست. مشاور شما در پروفشنال بسیار زمان بیشتری رو میتونه بذاره. هر دوی اینها طرح شروع از صفر دارن. ما یک گروه جدید رو از جمعه هفته آینده شروع میکنیم. در این یک هفته ثبت نام ها تموم بشه، بچه های قبلی طبق روال قبلیشون برنامه بگیرن، برن جلو. از جمعه هفته آینده شروع از صفر رو به صورت 100% کامل مطلق از صفر 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 شروع خواهیم کرد که دیگه تموم بشه این قائله. تعداد هم پروفشنال هم تی ان تی که باقی مونده بسیار کمه. حالا تا آخر هفته کانترش از روی سایت کلاسینو میگیرم، تعداد باقی مونده رو براتون میذارم. بچه‌هایی که دوست دارن ثبت نام بکنن سریعتر بتونن چیکار بکنن، ثبت نام بکنن و استارت بزنن. خب این از بچه‌ها توضیحاتی که من بهشون دادم بابت برنامه. توضیح نحوه آزمون دادنم دادیم. حالا یک چیزی رو که بارها و بارها تاکید کردم، اگر پدر و مادرتون اینجا باشن خیلی به شما میتونن کمک بکنن. بچه ها وقتی شما زمانتون کمه، بچه ها وقتی که شما خب بذارین پاک کنم، فهمیدم این چرا دروش می نویسه، ما خیلی چیز کردیم، زوم کردیم. خب یه لحظه. خب بچه ها وقتی که شما زمانتون کمه، وقتی که شما زمانتون کمه حتما باید یه کاری رو انجام بدید که این زمان کم بشه زیاد. زمان کم باید چی باشه؟ بازدهیتون باید بره بالا. چی باید باشه؟ بازدهی باید بره بالا. پس اگر زمانت کمه بازدهیت باید بالا باشه. اگر زمانت کمه بازدهیت باید بالا باشه. چجوری باید بالا باشه؟ اینجوری که دارم بهت میگم. یک، چیزی که از اول سال بهت گفتم اگر انجام ندادی، فریبر جان راجب موبایل ما اولین کاری که راجب شما کردیم چیکار کردیم؟ اولین کار گوشیمو گرفتیم. گوشی رو گرفتیم. آقا اینو از چند تا دونه از بچهای من شنیدین. گوشی رو گرفتیم. آقا ما در قرن 21 از اطلاعات بیخبر بودم اولا. بچه ها چند تا شاگرد آوردم اینجا، فیلماش سیوه، همه شون میگن اولین قدم حذف گوشیه. اگر گوشیت رو حذف نکردی، اگر کماکان تو اینستاگرام میچرخید،
بچه ها نمیتونید. آقا ما روزی 5 دقیقه میریم اینستاگرام، 5 دقیقه واسه چی میری؟ حتما یه چیزی ذهنتو درگیر کرده که میری، اگر چیز مهمی نبود نمیرفتی. اولین چیز گوشی رو گرفتیم، دومین چیز بچه ها چی راندمان شما رو میبره بالا، چی راندمان شما رو میبره بالا؟ وقتی که تمرکزتون بالا باشه. اینجا هم تنهاد نذاشتم، هم برای جلسات دیگر خواهم گذاشت، هم جلسات دیگری گذاشتم. حتما حتما لایو 0 تا 100 تمرکز. من با آقای دکتر رضایی یک جلسه گذاشتم به عنوان تمرکز، لایو سیو توی پیج من. آقا پیج شما چیه؟ پیج من دکتر بشیم .ir. برید لایو تمرکز رو ببینید. مورد سوم چیه؟ مورد سوم چیه؟ بهداشت زمانی. بهداشت زمانی یعنی چی؟ بهداشت زمانی یعنی این که کار خارج برنامه، خارج برنامه نکنیم. چقدر اینا رو دارم میگم. مورد بعدی چیه؟ دوری از حاشیه. هر کی هرچی میگه چشم، شما درست میگین. هر کی هرچی میگه چشم، شما راست میگین. شما، من، آقای مهدی، آقای فریور، هیچ کدوممون نه سیاست شناسیم، نه اقتصاد شناسیم، نه دختر فلانی خوشگله یا زشته، نه زیبایی شناسیم، نه اینکه فلانی شوهر کرد به ما ربطی داره، نه اینکه فلانی شوهر نکرد به ما ربطی داره، هیچی. بچه ها دوری از حاشیه، ایزوله ایزوله باشین، دوری از حاشیه. یکی از کارهایی که اول از همه من برای همه دانش آموزا تو تک تک جلساتیم که راجع به کارهای مهم مثال کنکور توضیح دادم همین هست. فریبر بینی و بین الله، خوب گوش کنا، خوب گوش کنا، خوب گوش کنا. گفت آدرس نیرفت نشته استاد اینستا نداریم، بریم آدرس پیجتون رو بزنیم. آقا سلام و عرض ادب. آقا میگه اینستا نداریم، ما آدرس پیجتون رو بزنیم. آقا با این حد از آیکیون نیاین. خب وقتی من پلتفرم لایف توی اینستاگرام رو موبایل مامان داشته باش، توی گروه اطلاع رسانی میکنیم، بیاید شما با اون دبیرتون، با اون استادتون، با این موبایلی در ارتباطی، موبایل هم دست مامانه، گوشی زنگ میخوره مشاورته، الو چند لحظه من گوشی رو بدم به دخترم، گوشی پسرم دخترم. آقا مگه شما موبایل داشتی؟ کلاس آنلاینت هم میدیدی، کلاس لایوت هم میدیدی، ولی کی اطلاع میداد مادر عزیزم پسرم به شما گفتن که لایو فلان ساعت برای تمرکز داریم؟ اگر این اتفاقات رو رقم نزنید بچه ها امکان نداره. فریبر جان، جان من، تو رو خدا به هر کدوم از مقدساتت که دوست داری راستشو بگو، اگر این اتفاق بود، اگر گوشی رو ازت نمی گرفتیم، امروز آیا نشسته بودی تو اون دانشگاهی که هستی یا نه؟ نمی کنم. یعنی اولو گفتم ضد حال خوردم، ولی واقعا نتیجهشو خودتون میبینید. درسته. تمرکزت اگر همون قدری که اومدی که اینطور اینطوری بودی، اگر تمرکزت در همون حد بود قبول میشدی یا نه؟ نه. بسیار عالی. اگر زمانت کم بود، میخواستی مثل قبل با ساعت کم درس بخونی در روزانه، میخواستی بازدهیت پایین باشه، اگر انجام نمیشد قبول میشدی یا نه؟ نه. اگر که از حاشیه دوری نمیکردی، میشستی راجع به این و اون و این ترازش کمه اون ترازش زیاده صحبت میکردی، قبول میشدی یا نه؟ تموم شد. اگر کار خارج برنامه انجام میدادی که ما خیلی هاشون رو حذف کردیم، حالا من نمیخوام توضیح بدم، فریبر از اون بچه بود بره بگرده بچرخه، برنامه های مختلف زیاد داشت، اگر اونها رو حذف نمیکردی قبول میشدی یا نه؟ نه. اما همه اینها رو گذاشت در 5 ماه الی 6 ماه، شروع از ابتدای بهمن ماه، از هولوش بهمن ماه، دقیق یادم نیست دیگه، اولش وسطش آخرش، یه ذره این برنامه پزشکی سراسری، پزشکی سراسری سراسری روزانه مشهد آورده. اگر دوست داری زندگی اول توی تغییری توش بدی، تکونی توش بدی، امروز توی تغییری بدی، یه اتفاق مثبتی در زندگی بیفته، فردا روزی تو بیای وایسی کنار من مثل فریبر و به تو افتخار بکنیم و بقیه به تو افتخار بکنن و الگوی بقیه باشی، بسم الله بسم الله.
بسم الله. یعنی نیکی من حتی خودم هم یادمه، مثلا نگاه میکردم دقیقا مثلا بچه های دیگر میدیدم میومدن حرف میزدن دوست بودن، بعد خیلی هم آقای دکتر ارتباط خوبی میگیرن، اصلا آدم همون اول احساس میکنم دوست آدم میبینه. دقیقا خودم تو ذهنم همین این بود، بهم انرژی میداد که آقا یه روزی هم من بیام اینجا به بقیه انرژی بدم، به بقیه بگم آقا میتونی. ولی خب واقعا لازمه که این کارا رو انجام بدین، یعنی 5 ماه زحمت بکشین نتیجهشو میبینین. واقعا خودتون از رفیقای میبینین. خودت کی اومدن پیش من و الان کدوم دانشگاه دارن درس میخونن؟ آقای بردیا رحمتی. بردیا رحمتی داستانش خیلی جالبه، میدونی داستان بردیا رو؟ بله بله. اگر اون اسم اون مشکلی که براشون پیش اومد رو نگو، ولی بگو که حالا درگیر چی بودن و اینا. شون دوچاره بیماری شدن یه چند حالا بیماری مهم نیست. آره خب چند ماه اصلا فاصله سنگین گرفتن از قضیه کنکور. الان رتبه چند شد تو کنکور؟ رتبهش فکر کنم 100 و چیز بود یا رتبه 110 کنکور 3-4 ماه قبل عید اوت شد، اصلا اوت شد. تازه یه تایمی هم مشاورهش رو کنسل کرد رفت یه جای دیگه، 1000 و خورده‌ای تراز افته تراز پیدا کرد، شب عید با من شروع کرد. الان پزشکی سراسری دانشگاه تهران داره میخونه، آقای بردیا رحمتی کامل. دیگه رفیقات کی پیش من اومده قبول شده؟ قنبری بود، محمد حسین قنبری. بله محمد حسین قنبری. حالا من نمیتونم توضیح بدم، فقط تو ویدیو خودش گفته دیگه چی کارا میکرد. یعنی خود محمد حسین از اینا که اصلا بی خیال دو عالم، درس نخون، بگرده به چرخه. الان کجاست؟ پزشکی آزاد تهران. آقای بردیا چیز محمد حسین قنبری، اینا ویدیوهاشون تو پیج منم هست، از رفیقای آقای فریبر بودن که اومدن پیش من. بچه‌ها ما وقتی میایم یک نفر رو میرسونیم پشپندش خیلی ها رو میرسونیم، ولی اما یه چیزی بهت بگم، بیا اینجا. یه شعری پروین اعتصامی داره، من قبلا اینو یه بار تو لایف خوندم، خیلی عجیب غریبه. یعنی واقعا این شعر پروین اعتصامی ببین بی‌نهایت به آدم آرامش میده. اگر دنبال اینی یه آرامش مشتی بگیری، یه حال خوب داشته باشی، یه دمت گرم برا من بزن، من حس بکنم که همچی حالت خوبه، میخوام برات یه شعری رو بخونم. یه بارم قبلا طولای خوندم، شعر مشتیه، یعنی شعر خیلی باحالیه، دوست دارم که واقعا با هم دیگه بخونیم. آخرشم میخوام لایو رو بیارم روی این صفحه کامنت های کلاسینو، یه حال مشتی بدین بچه ها ببینن که جمعیت چه خبره. خیلی وقتا از فری بر ما یه تلاشی میکنیم، یه زن این در رو میبندی چون صدا بیرون میاد فکر کنم از یه تلاشی میکنیم یه ذره جلومون تاریکه. تو وقتی الان 6 ماه تا کنکور مونده، 5 ماه تا کنکور مونده، جلوت یه ذره تاریکه، جلو رو درست نمیبینی، نمیدونی کی به کیه، نمیدونی چی به چیه، فقط داری اینو میبینی که آقا من دارم یک تلاشی میکنم، اگه نشود چی؟ خیلی عجیبه. پروین اعتصامی جواب اگه نشود چی رو داده، خیلی عجیب نیست؟ میگه مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. میدونین که حضرت موسی رو توی یه دونه سبدی میذارن و میدن به رود نیل که آقا این حرکت بکنه یه جایی بره، چون داشتن بچه ها رو میکشتن. خیلی عجیب. بچه ها با من باشین، ببین بچه ها با من باشین دیوانه میشین. میگه مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خورده بیگناه. مادره کنار رود نیل وایساد، گفت بچه بیچاره، ما دادیمش توی رود نیل و رفتیم که گناهی نداریم بچه. گر مادر داره به بچه میگه از دور، میگه گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. میگه تو مثل یک کشتی بینا خدایی دیگه، میگه خدا ما سپردیمت به خدا، اما نکنه خدا فراموشت بکنه. اگه خدا فراموشت بکنه چه بلایی به سر تو میاد؟ وحی میاد. خیلی جالبه. میگه وحی آمد، این چه فکر باطل است، خدا کجا تو رو ول کرده؟ یه لحظه ول کنه والله نفس نمیتونی بکشی، یه لحظه ولت بکنه راه نمیتونی بری. کجا؟ خدا همه آسمون و زمین رو گرفته دستش. وحی آمد، این چه فکر باطل است، رهرو ما حضرت موسی اینک اندر منزل است. چه منزلی هم رفت، چه کاخی هم رفت. پرده شک را برانداز از میان،
بابا یه بار نگو اگه نشم چی، شک دارم شروع کنم یا شروع نکنم. پرده شک را برانداز از میان تا ببینی سود کردی یا زیان. میگه یه وقتایی شک اجازه نمیده ببینی که تو وقتی این مسیر رو میری آیا سود خواهی کرد یا زیان خواهی کرد. خیلی شک چیز بدیه، خیلی چیز بدیه. ما گرفتیم آنچه را انداختی، ما گرفتیم آنچه را انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. اون رود، اون رود نیل دست خداوند بوده، تو تلاشت رو به دست خداوند سپردی، اونم به مقصد میرسوندت. خیلی امروز جلسه، جلسه فوق‌العاده‌ای بود، جلسه خیلی عالی بود. میخوام کامنت ها رو بتره کنین، یه حال مشتی بدین. واقعا دم همگی گرم. فریبر جان اگه حرف نهایی هم داری بگو که ما انشالله میخوایم بریم برای ترکوندن. جان در مورد این قضیه چیز بزنم رسید، خیلی خوب میگه استپ جلو پاتونو ببینید، یعنی نمیخواد هی به تعرافه کنین این چی میشه اون چی میشه. حالا هی هم مثلا یه سری اخبار میاد کنکور اینجوری تغییر میکنه اونجوری میشه، فلان میشه، بیسار میشه، آ بزنین کنار استپ جلو پاتونو ببینین، به فرد آقا به یه تیم اعتماد کنین، آقا کارتونو بکنین، به هیچ چی کار نداشت. آقا اصلا به تیمم اعتماد نکردی، شرایط مالیش هم نداشتی، دورت بگردم فدات بشم. هم برنامه رایگان بر اساس قلمچی توی کانال هست، هم سوالات قلمچی رو بعد آزمون ها اگر نتونستی آزمون تو ثبت نام کنی هست، دانلود بکنی، ما نمیذاریم سوالات رو تو اینترنت هست دانلود کنی. هم هر شب آزمون طبق برنامه قلمچی داری. من قربونت برم اینجا سر گردنه نیست ما شما رو نگه داریم بخوایم بگیم آقا باید پول بدی، نه من دوست دارم انرژی رو بگیری. بدون یه نفری مثل تو استارت زده، بدون یه نفری مثل تو ترکونده، بدون یه نفری مثل تو اومده و کارشو انجام داده. میخوام عشق کنیم کنار هم، میخوام یه روزی بیا اینجا وایسی در کنار من وایسی لذت دنیا آخرت رو ببریم. میخوام یه روزی مثل فریور اینجا وایسی وقتی از در میای تو بگی آی دکتر زندگی من عوض شد با کاری که کردی، نه حتما کاری که بابتش پول دادی، نه پول رایگان رو استفاده بکن، مطالب تو پیج رو استفاده بکن، کلاسای جمعه رو که رایگان کردیم، کلاسای جمعه رو استفاده کن که رایگانه. به روح اجازه پرواز بده، به جسم اجازه پرواز بده. بزرگتر از اون چیزی که بقیه اطرافیانت فکر میکنن فکر بکن، تو آدم متفاوتی، تو قرار نیست آدم ضعیفی باشی، تو آدم بدبختی نیستی. یک بار این رو بدون، هیچ کس سرنوشت تو شما رو تعیین نکرده جز خودتون، همه چیز دست خودته. یه فیلمی از پژمان جمشیدی گذاشته بودم، خیلی عجیب بود، خیلی 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 عجیب بود. پژمان جمشیدی گفتش که من 15 16 سالم بود، می‌خواستم برم تیم نوجوانان. خب توی تیم نوجوانان من رفتم و 30 نفر قبول شدن، من خط خوردم افتادم بیرون. میگه من رفتم تیم ملی، هیچ کدوم از اون 30 نفر تیم ملی نتیجه نگرفت، هیچ کدومشون تیم ملی نیومدن. و این یعنی فوق‌العاده، این یعنی توان تو، این یعنی غیرت تو، این یعنی ترکوندن تو. حرف نهایی فریبر، بچه ها الان میخوام کامنت رو بترکونید، میخوام فیلم بگیرم ها، میخوام کامنت رو دیگه منفجر کنید. هر کی هر چقدر حال کرد، انرژی داره، انگیزه داره، کامنت رو بترکونه. برو حرف نهایی فریبر. دقیقا این حرفی هم که زدم رو همین قضیه بود، مخصوصا تمرکز. من خودم خیلی عدم تمرکز داشتم و خیلی هم پرش‌های ذهنی، همین فکرای اینجوری خیلی تو ذهنم بود. واقعا میام بریزین دور، یعنی این مدت بذارین کنار، فقط استپ جلو پاتون رو ببینین و آقا کاری که باید انجام بدین. هی فکر نکنین این چی میشه اون چی میشه. آقا مطمئن باشین اگر زحمت بکشین نتیجه میگیرین، مطمئن باشین. آقا استپ جلو پاتون رو ببینین، آقا قدم به قدم برین جلو، مطمئن باشین آقا بعد چند ماه خودتون میبینین نتیجه عوض شده، اصلا خودتون هم جو میمونین آقا چی شد یه دفعه این تغییرات این همه از کجا اومد. مشتی عالی. آقا کامنت ها رو بترکون، بزن کامنت رو، بزن 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 بزن، ماشاءالله، بزن بزن بزن، ماشاءالله کامنت ها. برو 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 بزن ببینم بترکونا، بودو ببینم چیکار میکنی، بودو 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 بزن بترکون، ماشاءالله ماشاءالله، دمت گرم دمت گرم دمت گرم دمت گرم، بترکون کامنت رو، ماشاءالله ماشاءالله، عالی 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 عالی، ماشاءالله ماشاءالله، دم شما گرم، خیلی ماهین خیلی ماهین، دم شما گرم، ماشاءالله واقعا دمتون گرم، ای والله بترکونین.
عاشقتونم، روز خوبی داشته باشین. فریبر جان مرسی از اینکه لطف کردی، پذیرفتی دعوت ما رو، خیلی عشق کردیم در کنار فریبر نازنین و گلم. دم شما گرم، تک تکتون انتظار دارم همینجا بیاین، آقایون رو بغل میکنیم، خانوما هم اونور LCD وای میستن، ما اینور وای میستیم و ایشاله جلسه فوق‌العاده رو سال بعد در کنار شما داشته باشیم. عشقین تک تکتون، بوس به کله همه هاتون، همه آره قربونتون برم، فدای شما، روز عالی داشته باشی، خدا حافظ. مرسی از شما، خدا حافظ.